مناطق فکر نکنند که یه خزانه ای هست و دست میکنند تو این خزانه غیب، هر چقدر پول بخوان در میاد و بهشون داده میشه. این اظهار نظر رئیس شورا به نوعی اتمام حجتی بود با مدیریت شهری برای درآمدزایی شهرداری، البته از نوع حلال. من از آقای دکتر فروزنده و همطور از آقای زاکانی خواهشم اینه اگر خودشون روشون نمیشه به شهرداران بگن، یه دفعه جمعشون کنن ما بیایم بهشون بگیم. اینجوری نمیشه درآمد در آورد. بایستی تلاش بکنن، کار بکنن، راه‌های ابتکاری به دست بیارن، درآمد حلال. بعد از آقای چمران نوبت به خزانه‌دار شورا رسید تا در تذکری پیگیر تذکر هفته قبلش درباره برخی قراردادهای مشکوک در منطقه 3 بشه. شهردار منطقه 3 خودشونو معرفی کردن، من زنگ زدم صحبت کردیم، مطالبی رو فرمودن. من بهشون عرض کردم که این مطالبی که شما فرمودید ابهامات منو چند برابر کرد. بازم تذکر بدم که خب طبیعتاً بعد از این مرحله ما باید به نهادهای نظارتی گزارش بدیم. منظور آقای کاشانی عقد قراردادهای 5 و 70 میلیاردی برای زدن سرشاخه درختان و برف روبی در زمستان بود که میان برخی پیمانکاران و شهرداری منطقه 3 شکل گرفته بود که تا کنون هم جوابی نگرفته.